در 12 روز از حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در محل آواربرداری این ساختمان قرار داریم. بر اساس آخرین آماری که تا کنون اعلام شده، جان باختن 37 نفر از شهروندانمون در این حادثه به تایید رسید و همچنین این حادثه تا کنون 37 تا مصدوم داشته. برای بحث تخریب باقی مانده ساختمان متروپول تصمیم‌گیری‌های مهندسی در حال انجام است و پس از اون برای ریزش این ساختمان تصمیم‌گیری خواهد شد و نتیجه در عمل اجرایی میشه. بر اساس آنچه که مهندسان و کارشناسان متروپول مطرح کردن، این ساختمان امکان استفاده نداره و باید بعد از اتمام عملیات آواربرداری در محل تخریب بشه. میاد اینجا و نور و نورا مخصوص کنه بریم بچه هایی که دارن کار میکنن. از همینجا از مسئولین، از اونایی که قدرت دارن میخوام، اونایی که باعث بانی این حادثه شدن، چه اونی که تو تهران تو پلاسکوه، چه اونی که گاری شهرداری تو دستشه، هر کسی توی دخیل بوده بکشن پای میز محاکمه و همینجا تو همین خاک به قصاص همینا به چوبه دار آویزونشون کنن تا در جاهای دیگه کشور این اتفاق رخ نده. برای امنیت کشوری کار بکنن، برای امنیت جوانان. من دو تا پسرم رفتم، اما پسرهای دیگه هم میرن، پدرهای دیگه داغدار میشن. به خدا مسئولی نکنین مردم از این حکومت زده بشن، نکنین که ما از خون شهدامون بگذریم، نکنین کافر بشیم، پشت به خدا بکنیم.